همراه میشیم با شبنم نسیمی از لندن و حامد فرمند از ویرجینیای آمریکا، هر دو از فعالین حقوق کودک. خیلی خوش آمدید. خانم نسیمی، با شما شروع کنیم که خودتون از افغانستان هستیم و گزارش ما هم در رابطه با کودکان در افغانستان بود. اونطور که در گزارش میگو به نظر میرسه که آمار ازدواج کودکان کمتر شده. اصلا میشه به این آمار استناد کرد یا از نظر شما درست نیست؟ ببینین، ازدواج های دختران زیر سن یک واقعیت بسیار تلخ است در افغانستان که هنوزم در سال 2021 دختران ما تجربه میکنن. متاسفانه در افغانستان آمارگیری، سرشماری ملی و جمع‌آوری اطلاعات در زمینه ازدواج کودکان زیر سن در اواخر صورت نگرفته و همچنان به دلیل که دولت افغانستان قادر و انجامش نبودند. به همین دلیل آمار درست در این زمینه وجود ندارد، اما قسمی که گزارش شما نشان دادد در این اواخر سطح فقر بسیار بالا رفته که تاثیر مستقیم بالای ازدواج های زیر سن دارد و بسیار از خانواده ها در سراسر افغانستان که فقیر هستند به خاطر به دست آوردن چند مقدار پول دختران زیر سن را وادار به ازدواج کردند. متشکرم از شما. آقای فرمند، ما همین مشکل رو تو ایران هم داریم. به هر حال هیچ آمار دقیقی که منتشر نمیشه و دقیقا هم نمیدونیم مثلا چند تا کودک در سال ازدواج میکنن، اما در سالی که داره تموم میشه 1399 شاهد چه تغییراتی بودین در این زمینه و چه خبرهایی بود که توجه شما رو جلب کرد؟ این مهمترین اتفاقی که در سال توش تقریبا دیگه اواخرش هستیم 1399 افتاد و همه رو به خصوص کودکان رو و به خصوص کودکانی که درگیر فقر پیش از اون بودند، کودکانی که در مناطق کمتر توسعه یافته و یا در شرایط با تبعیض ساختاری بودند رو بیشتر از هر چیز تحت تاثیر قرار داد. موضوع کرونا بود. همگیری کرونا روی اقتصاد خانواده به شدت تاثیر گذاشت، همچنین روی دسترسی این افراد به یک سری خدمات، اون چیزی که تاثیر مستقیم و مهمی میگذاره روی بحث ازدواج کودکان، دسترسیشون به آموزش. کودکان بسیاری که قبلش دسترسی های محدودی داشتن به این امکانات، با همگیری کرونا این شرایط براشون سخت‌تر شد و این مجموعه شرایطی بود که خب همونجور که خانم نسیمی هم گفتن یکی از مهمترین عوامل موضوع فقر هست. خب این دامن زد و شرایط رو برای این گروه مشکل تر کرد. در کنار این، با وجود اینکه امسال ما بالاخره قانون حمایت از کودکان و جوانان رو، اطفال و جوانان رو در ایران داشتیم، اما این هیچ کمکی به موضوع ازدواج کودکان نمی کرد و هیچ شرایط برای اونها تغییر نکرد. از طرفی متاسفانه با تصویب یک سری قوانین مثل افزایش وام ازدواج به خصوص برای سنین کمتر، این شرایط دشوارتر هم شد. متشکرم خانم نسیمی. خب در افغانستان به نظر قوانین حمایتی وجود داره و سن ازدواجی که تعیین شده حداقل بالاتر از اینطور که به نظر میرسه از ایرانه، اما به نظر میرسه که هیچ نظارتی بر اجرای قوانین وجود نداره. این رو شما چطور توضیح میدید؟ ببینید، اساساً 4 عامل اصلی در ازدواج کودکان نقش تاثیرگذار دارد و مشکلات بنیادی و اساسی از افغانستان: فرهنگ، فقر اقتصادی، مذهب و قانون ناتکمیل. خب مشخص است که فرهنگ سازی یک کار وقتگیر و دراز مدت است و در طول این مدت کودکان زیاد قربانی خواهد شدند، اما از این مهمتر و قاطع‌تر وضع قوانین لازم برای جلوگیری از ازدواج‌های زیر سن است. در حالی که مثل که گزارش شما نشان داد، قانون مدنی افغانستان سن ازدواج پسران را 18 سالگی و از دختران را 16 سالگی تعیین کردند، اما ازدواج زیر سن یکی از رواج‌های مذهبی و فرهنگی شده. ما باید با تشکیلای کارزارهای مدنی و حمایتی از زنان و کودکان در افغانستان، دولت را برای وضع این قوانین تحت فشار بیاریم تا هر چه زودتر این وضعیت برای کودکان ما خاتمه بپردازد. ولی متاسفانه به دلیل فقر اقتصادی و فرهنگی و همچنان ناامنیت در افغانستان، مردم ما فرصت و توانایی تشکیل کارزارهای مختلف را ندارند. همچنان
همچنان شامل شدن دختران در مکتب در افغانستان هم یکی از عناصرهای کلیدی برای کاهش ازدواج کودکان می باشند. اما مستقیم به جواب سوال شما، افغانستان یک کشور به شدت مذهبی بوده و هست و مردم ما بیشتر از بزرگان قومی و مذهبی حرفایشان رو گوش میکنن. دولت ما و فعالین مدنی باید در این زمینه ازدواج های زیر سن را با بزرگان مذهبی و قومی در افغانستان نزدیکتر کار کنن تا که معلومات بیشتر به مناطق مختلف افغانستان داده شود و به گوشای مردم افغانستان از طریق مسجدها و بزرگان مذهبی و فامیلایی که دختران زیر سن ازدواج میتن با اونا برسه. بله متشکرم. آقای فرمند، خب به مذهب اشاره کردن، فرهنگ اشاره کردن، در ایران هم آیا آمار ازدواج کودکان زیر سن در مناطقی که حالا مذهب یا سنت بیشتر پررنگتره آیا بیشتره؟ ببینید، من کاملا موافقم با صحبتی که خانم نسیمی هم کردن در مورد ایران، هم تو حدود زیادی همین هست، اما عاملی که در لایه به نظر من پررنگتر و عمیق‌ترش بتونیم نگاه بکنیم موضوع مرد سالاری است. یعنی ما اون چیزی که نقش پررنگی بازی میکنه این مناسبات و قدرت هست. متاسفانه هر چقدر هم تلاش بشه، نمونه هایی آورده بشه مثل جامعه افغانستان، مثل کشورهای دیگر اسلامی که بعضا قوانین حالا ما بشمیم مترقی تری رو برای حمایت از کودکان وضع کردن، اون مرد سالاری اجازه نمیده که این قوانین تغییر بکنه. اون چیزی که در کنار این، اون عامل اقتصادی رو هم با دوباره نادیده نگیریم، من باز اضافه تاکید میکنم روش، ما حواشی شهرهای بزرگ و در همون اشاره کردم مناطق کمتر توسعه یافته یا با تبعیض‌های ساختاری مواجه هستند، در خوزستان، در سیستان و بلوچستان، در بعضن بخش‌هایی از غرب کشور کردستان و آذربایجان ما با این مسئله به شدت مواجه هستیم. ما با تلاش خیلی زیاد فعالان مدنی و از همون مسیرهایی که بعضن فعالان در افغانستان هم تلاش کرده بودند، تونسته بودیم تا حدودی به کندی آمار رو کاهشش بدیم، آمار ازدواج زیر 18 سال برای کودکان رو. اما متاسفانه شرایط اخیر این آمار رو افزایش داد و ما به نظر می‌رسه با اون چیزی که در سال جاری منتشر شده از حدود 90 هزار کودکی که بین سن تا 19 سال ازدواج کردن، ما شاید برسیم به بالاتر از عددی که سال 97 داشتیم، حدود 160 هزار تا. خب حالا که قانونی اجرا نمیشه، قانونهای حمایتی وجود نداره، اگر در یک جمله هر دو مهمان بخوایم بگید که یه پیام برای خانواده ها بفرستید که واقعا باید چی رو در نظر بگیرن که مانع این ازدواج ها بشن، خانم نسیمی شما بفهم. ببینید، در کشور مثل افغانستان که ناامنیت و جنگ زده است، پیام خودم به فامیلای افغانستانی است که دختران خود را به مکتب روان کنین. آینده افغانستان با خانمای ما ساخته میشه، با دخترای ما، و تا وقتی که عدالت جنسی در افغانستان درست نشه و دختران ما تحصیل نکنن، آینده افغانستان بسیار تاریک و تلخ می باشه. متشکرم. آقای فرمان، شما هم در حد یک جمله لطفا. مرسی. جامعه با مردان و زنان توانمند و آگاه ساخته میشه و ورود کودکان در سنین کم به دنیای بزرگسالی، در به ازدواج، این جامعه ما رو در آینده با خطر مواجه میکنه، علاوه بر تمام حقوقی که از خود اونها در کودکی نقض میکنه. متشکرم از هر دو مهمان، شبنم نسیمی و حامد فرمند، که در این بخش از برنامه همراه ما بودند.